آزاده خانم قبل از اینکه برای بازی توی فیلم آفریقا به کارگردانی آقومن دیپلم بگیره، کارشناسی تئاترش رو از دانشگاه سوره گرفته بود و به خاطر همین هم میشه گفت بیشتر بازیگر تئاتر تا سینما و تلویزیون. هرچند توی سینما و تلویزیون هم کم بازی نکرده و مثل خیلی از بازیگرهای دیگه، مثل باران خانم که باهاش تو فرانسه اومده بود وسط و کتایون خانم نقشای با و بی چادر کم نداشته. ما به آزاده خانم که توی مصاحبه گفته غم نون داره و هنوز مستجره میگیم الهی بمیرم برات. اما خدایش این خانم محترم که ما باها شوخه کردیم توی مصاحبه دیگش با آقای گل فوتبال ایران یعنی پژمان جمشیدی تو برنامه پیشگو یه چی گفت که سه هیچ بهش باختیم. آزاده درباره اینکه چی دوست داری به آیندگان بگی یه شعر از برتود برشت دانمارکی خون که پرای پژمان رو ریخت. آخ ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید. ایشون قبل از اینکه از هومن سیدی جدا بشه 2 سال ازش بزرگتر بود. البته این دلیل نمیشه بعد از پایان یه زندگی 7 سال اختلاف سنیشون تغییر کرده باشه. حالا شاید بگیم یکیشون شکسته شده یا پیوند خورده. شکست که برای اهالی سینما معمولا بی‌معناست. به خاطر همین داش هومن که قورباغه رو خیلی خوب قورت داده بود، چند ماه بعد از طلاق اولش با بیتا خانم اصلانی پیوند خورد که با تبریک حامد خان بهداد برای تولد دخمرشون رسانه‌ای شد. اواسط سال 2023 هم که شایعه ازدواج سومش با یه بازیگر خارجکی پخش شد که گویا فلانی از فلونی 20 سال بزرگتره. حالا شایعه است دیگه، ولی کار خدا رو چی دیدی؟ میگن عروس گیلانی یعنی آزاده خانم لاهیجانی بعد از جدایش از هومن رشتی تو سال 93 اینا دیگه ازدواج نکرده. ما هم میگیم آره ازدواج نکرده. اما یادمون باشه این منشی قابل سریال خوب بد جلف قبل از ازدواجش چند سالی با آخ هومن دوست بوده و قبل از اینکه بیان تهران کلی شمال رو با هم گشتن. دارن اشاره میکنن میگن بگو نامزده. چشم، نامزد بودن. خود آزاده خانم قدرشناس در خصوص سالهای زندگیش با هومن خان گفته که زندگیش با اوشون اصلا براش شکست نبوده. ایشون گفته که ما همیشه کنار هم بودیم و به هم کمک میکردیم تا اینکه یه روزی وقتش تموم شد. ای امان از این وقتهایی که هی تموم میشن. هومن خان که معرف حضورتون هست، کارگردان درجه یکمونه که کلی جایزه داخلی و خارجی برده و انصافاً هم از لحاظ هنری و هم از لحاظ تیپ و ظاهر خیلی به آزاده میومد. آزاده 2-3 هفته بعد از ازدواج سادش با هومن برای اولین بار به صورت حرفه‌ای توی فیلم همایون اسدیان پا به عرصه سینما و تلویزیون گذاشت. سریال راه بی پایان باعث شد که اون خوب بدرخشه تا روزی به خاطر تجربه‌ها و اطلاعاتش از سینما و تلویزیون یکی از امضا کنندگان اصلی میتو بشه. راه بی پایانی که سر خاک مرحوم رضا حداد گویا به پایان رسید. درسته که آزاده تن به حکم جلب داد، ولی اونطور که از حکم کتایون و پانتا معلومه 1.5 میلیون جریمش میکنن و والسلام. رضای خدا بیامرز کارگردان تئاتر بود و آزاده قصه ما هم که یه تئاتری حرفه‌ای. حتما تئاتر تاثیرگذارش رو تو فرانسه دیدید. آزاده خانم صمدی که از هر انگشتش یه هنر میریزه، انگار توی فرانسه تازه فهمیده بود که کجا باید بریزه. آزاده خانم بعد از گذشت چند ماه از کشف حجاب کتایونینا تصمیم گرفت به قولی بدون حجاب اجباری توی ملاعام حاضر بشه. شاید بعد از کشف حجاب خانم معتمد آریا سر خاک تاروخ و باران کوسری سر خاک حسام محمودی و کسای دیگه سر مزار کسای دیگه براتون سوال پیش بیاد که آزاده صمدی کجا کشف حجاب کرد، که باید بگیم تو همون قبرستون. دین یه چیز شخصیه، برای همین ما نمیدونیم آزاده چون دین نداشت آزاده بود یا هم دین داشت و هم آزاده. این بازیگر درخشان سابق در مراسم رضا حداد بدون حجاب اجباری، ببخشید بدون بی‌حجابی اختیاری، یعنی بدون گریم و تزیینات حاضر شد.
حتما بگین چی میگی، حق دارین، ولی باور کنین هرچی ما بررسی کردیم آزاده خانم قبلا چیزی جز رنگ و لعاب نداشت، اما الان بدون آرایش شده و به جای دستمال کلاه گذاشتن سرش، ببخشید گذاشته سرش. بعد نیست یه اشاره هم بکنیم به یه آزاده خانم دیگه که با کشف حجاب یواشکیش تو خارج بیشتر از پیش سر زبون افتاد. اونم آزاده خانم نامداری بود که فروردین 1400 برای همیشه از خونش خارج شد و به رحمت خدا رفت و در قطعه هنرمندان همسایه رضا حداد شد. رضای خدا بیامرز کارگردان تئاتر بود و آزاده خانم ما هم که یه تئاتری حرفه‌ای. امیدوارم از این قصه هم خوشتون اومده باشه. اگر مورد پسند قرار گرفت لایک کن، سابسکرایب هم بکن. منتظر ویدئوهای بعدی ما باشه.